توی این ویدیو قراره ببینیم بازار در چه حاله، با ما همراه باشید. مرسی که آمدید توی کانال. اینجا کریپتو کوش هست و منم کوشانم. این ویدیو رو دارم به عنوان یه آپدیتی از بازار میدم، بیشتر تا اون ویدیوهای عادی که توی استودیو هستیم و راجع به چیز حرف میزنیم، کلا راجع به کریپتوکارنسی حرف میزنیم. توی این ویدیو قراره چند تا خبر خیلی مهم رو بگیم، دو تا اتفاق تقریبا خیلی مهم که به قدری مهم هستن که میتونه حتی نتیجه اتفاقاتی که قراره بیفته تو مثلا دو سال آینده رو تعیین بکنه حتی، و باید راجبش حرف بزنیم و یه آپدیت بودن مثلا 10 دقیقه زب بکنیم و ببینیم دیگه چی میشه از اینجا بعد. خب بازم ممنونم که این ویدیو رو میبینین. اگر که دوستای از این محتوا میتونین دنبال بکنین کانال رو. ما راجع به بازار حرف میزنیم، راجع به اقتصاد حرف میزنیم، راجع به رمزارزها حرف میزنیم، آموزش میدیم و یه عالمه از این چیزا توی کانال هستش. میتونین برین توی صفحه اصلی کانال و همه محتوا رو ببینین و هر آموزشی رو میخواین پیدا بکنین و هیچ هزینه ای هم برای هیچی ندین. خب بریم سراغ ویدیو. اول از همه که خب اتفاقاتی که اخیر افتاد توی خود چارت بیت کوین، الان من حالا تصویرش رو کنار میذارم، هم شروع کردیم یه فیک اوتی به سمت پایین، یعنی داشت نشون میداد که ما قراره وارد بشیم به ناحیه بین حدوداً 30 تا مثلا 38000 اینا، که دقیقاً همون 38-39 یه حرکت خیلی سودی یا باونس خیلی محکمی از اون سقف اون باکسه داشتیم که دقیقاً این بغل میذارم داریم میبینیم الان، و برگشتیم به سمت بالا و حالا برگشتیم دوباره داریم چیکار میکنیم، همون یه ریتست خیلی ساده نسبت به همون باکس قبلیمون انجام میدیم. حالا با ببینیم وارد این زون این بغل قراره بشیم توی این محدوده بودن 38 تا 42، 40 تا 42 یا نه، فعلا که به نظر میاد داریم باونس میکنیم ازش. البته ممکنه زمانی که من این ویدیو رو گذاشتم واقعا وارد باکسه شده باشیم یا حتی از دست داده باشیم، البته که حالا اونقدر احتمالش زیاد نیستش. چیزی که من توی این چند روز خیلی دارم بهش توجه میکنم و به شما توصیه میکنم بازارهای آمریکاست، به خاطر دو تا اتفاق خیلی مهم که الان در ادامه ویدیو قراره راجعشون حرف بزنم. این بازار کلن رمزارزها خیلی 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 زیاد گره خوردن با بازار سهام آمریکا و در اصل در نتیجه این دوتا اتفاقی که افتاده ما داریم این به اصطلاح گره خوردنه رو میبینیم، این وصل شدنه رو میبینیم. بنابراین خیلی جالبه مثلا میبینیم که دقیقا من یادم اول هفته دوشنبه که بازار باز شد، بازار آمریکا داشت نزولی باز میشد و این دقیقا همون موقعی بود که چه اتفاقی افتاد، اون فیک اوت بیت کوین رو داشتیم به سمت پایین که حدود مثلا بازه 38-39 که گفتیم الان برگشت بالا، دقیقاً همین اتفاق هم برای بازار آمریکا افتاد. خب یعنی S&P و مثلا نزدک و داو جونز شروع کردن به سقوط کردن و بعدش دوباره شروع کردن ریکاور کردن فرداش، دقیقاً همین اتفاق برای بیت کوین افتاد. الان دوباره دیروز شروع کرد به اصطلاح پنجشنبه شروع کرد بازار آمریکا یه خورده سقوط کردن که دوباره ببینیم همون اتفاق دقیقاً سقوط توی بیت کوین رو داشتیم. الان یه خورده منتظر تو بازار باز شه ببینیم چه اتفاقی میفته. در نهایت میخوام بگم خیلی این دوتا به هم وصلن. حالا چرا اینا وصلن و چه اتفاقی افتاده؟ دو تا خبر خیلی مهم هستش که باید بدونیم. یک، یه آقایی هست به اسم جروم پاول، به اصطلاح یه جوری رئیس فدرال رزرو آمریکاست، خزانه داری آمریکا یا فد بهش میگن، FED که لوگوشو اینجا میبینیم با اسمشو. ایشون اومدن چند هفته پیش جلسه گذاشتن که راجبش هم میخواد حرف زنیم، تو توییتر هم من راجبش توییت گذاشتم که حالا میتونید دنبال بکنین توییتر منو، توی توضیحات هستش اینجا هم که الان دارین آیدی منو میبینین میتونید دنبال بکنین، از این آپدیت ها میذارم. خبری که بود این بود که نشستن دوره هم و گفتن که آقا قراره نرخ‌های بهره زیاد بشه یا نشه، خبر این بود که قرار نیست تغییر بکنه، همه چی همونو گل و بلبل و اینا. بعد یهو توی این چند روز اخیر، یعنی در اصل یکی دو هفته بعدش، خبر در اومد که چی؟ که در اصل تصمیمی که گرفتن این بوده که تا سال 2024 1% نرخ بهره بانکی رو افزایش بدن، کلا نرخ بهره رو زیاد بکنن. و خب میدونید دیگه این اتفاق به شکلیه که هر چقدر که نرخ بهره میره بالاتر، مردم از دارایی هایی که ریسکی تره، ترسناک تره، یه جوری درآمدشون کم تره دور میشن و میرن به سمت چیزایی که مطمئن تره، چون توی اون
اوقات اومن اوراقهای دولتی، اوراق بهادارهای دولتی و شرکت ها در صدای به اصطلاح پولی ثابت قابل اطمینانی رو میده که ریسکش کمتره و درآمد خوبی داره. بنابراین مردم اینجوری هستن که میتونیم بریم یه دارایی رو بخریم که ممکنه ریسک داشته باشه، نمیدونیم که قراره بره بالا یا اصلا نره، شاید سقوط بکنه. و در عین حال یه چیز هست مثل اوراق بهادار که ما میتونیم اونا رو بگیریم و سود مطمئن داشته باشیم که نسبت به قبلم زیادتر شده درآمدش. بنابراین عموما سمت بازارهای ریسکی مردم کمتر میرن، نوسان خیلی بیشتر میشه و و یه عالمه از این اتفاقات که اینا همشون بحث یک ویدیو خیلی کامل و مفصله که بدونیم که اصلا چرا چنین اتفاقی میفته، چرا در نهایت باید این اتفاقی بیفته، چرا مردم شروع میکنن، اصلا چرا اونجا ریسکی تر میشه، در نهایت چرا نوسان بیشتر میشه. و یادم از این سوالا که اینو یه ویدیو کامل قطعا توی این هفته آتی امیدوارم درست بکنیم و آپلود بکنیم روی یوتیوب. بنابراین حتما سابسکرایب بکنید که اگر اون ویدیو اومد خب میتونید مطلع بشین. ولی در این حال این اتفاقی میفته، بازارهایی که ریسکی هستن مردم ازش میرن به سمت بازارهای مطمئن‌تر. و اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که خب هیجان بیشتر میشه، یک، و دو این که شروع میشه نوسان هم در به اصطلاح نتیجه اون هیجان زیاد شدنه بیشتر شده. یعنی ممکنه یه روزی مثلا بیت کوین داره نگاه میکنین 5% پایینه، 10% بالاست، 2% پایینه. حالا امروز هم که اتفاقا این آقای ایلان ماسک توییت دوباره راجع به دوج کوین زد و قیمتش دوباره پامپ شد، تا ببینیم حالا بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. ولی جدا از اینها این اتفاق افتاد، یعنی گفتن که 1% پس قراره نرخ بهره زیاد بشه و در نتیجهش اتفاقاتی که میفته و بازار سهامی که وارد تلاطم میشه و نزولی میشه و اینها. بنابراین خیلی باید حواسمون جمع باشه ببینیم که بازار آمریکا که در اصل یه جوری نشون دهنده راه و چاهه، ببینیم اون چی کار میکنه. چون وقتی که به این نقطه میرسیم بازارهای ریسکی مثل رمز ارز که بارها صحبت کردیم که چرا ریسکیه، بازارهای ریسکی مثل رمز ارز گره میخورن به بازار سهام و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که نوسان خیلی بیشتر میشه. بنابراین خیلی خیلی مراقب باشیم، مخصوصا توی این آلت کوین هایی که خیلی وقتا ممکنه یه اتفاقایی مثل اگزییت پامپ بیفته که اینجا نوشتم. الان اگزییت پامپ چیه؟ یه سری آدم هایی که مقدارهای زیادی از این آلت کوین رو دارن میخوان خارج بشن، بنابراین پامپش میکنن که بره بالا و بعد چیکار میکنن؟ بعد میفروشن اونو، بعد خودشون خارج میشن و اونجا شروع میکنه به زمستان اون آلت کوین اومدن. حالا اینا خیلی بیشتر منباب یه جوری آزمون خطا، حالا ببینیم دقیقاً چی میشه. و بازار آمریکا سه بار. خب حالا اتفاق دوم که خیلی مهمه می‌خواستم بهتون بگم چیه؟ اتفاق دوم اتفاقیه که برای خودش یه جوری نوبره و از سال 1982 اتفاق نیفته تا الان، و اونم درصد تورمی هستش که توی آمریکا یه جوری وارد شده. اگر اشتباه نکنم 7% همین دیروز یا پریروز اعلام شد که نرخ درصد تورم بوده. این رقم میگم از سال 1982 تا به الان یه جوری اتفاق نیفتاده و اینجوریه که خب یه سری آدما اینجوریه که من الان برم یه سری اوراق بخرم مثلا 5% اصلا بهم سود بده سالانه، وقتی که قراره 7% تورم بکنه پول کاغذی، من 2% عملا دارم ضرر میکنم دیگه. پس از اون ور شروع میکنم به یه سری چیزهای ریسکی تر خریدن که ممکنه بهره‌های بیشتری داشته. مثلا خود بازار S&P به صورت میانگین با احتساب رکودهای اقتصادی 10% میانگین سود میده به آدم. خب من اینجوریام که چرا برم اوراق بهادار بخرم 5% بهم مطمئن سود بده؟ این 10% رو میگیرم، حالا درست مطمئن نباشه ولی حداقل میدونم که در طولانی مدت من قراره احتمالاً سود بکنم دیگه، بنابراین میرم روم. این اتفاقی که دقیقاً توی بازار S&P افتاد دقیقاً میتونین همینجا ببینین. اولش اتفاقی که میفته چیه؟ نزول به خاطر افزایش اون خبره که گفتن نرخ تورم، نرخ بهره ها قراره زیاد بشه، پولی که قراره بانک ها مثلا با هم دیگه جابجا بکنن قراره درصد بیشتری داشته باشه. حالا اینکه پولی که قراره بانک ها جابجا کنن مثلا چرا پول جابجا میکنن بانک ها رو مال اون ویدیو بعدی است. بعد خبر اومد که درصد تورم خیلی بیشتر شده، بی سابقه است، unprecedented. چی یه کلمه انگلیسی هستش که همیشه اشتباه میکنم تلفظش، unprecedented. آره، بعد این قراره زیاد بشه، یعنی در نهایت پامپ میشه به خاطر اون خبره. و اتفاقی که میفته چیه؟
اینکه الان دوباره یه خورده شرایط عادی میشه تا ببینیم که الان اتفاقی که تو بازار مالی میفته چیه. بنابراین به عنوان خلاصه و جمع‌بندی توصیه‌ای که من دارم توی کلن این شرایطی که الان هست و اتفاقاتی که داره الان میفته اینه که الان اون زمانیه که خب ریسک زیاده، یعنی ممکنه یهو یکی از این اتفاقات باعث بشه که یهو چه می‌دونم مثلا بیت کوین وارد ناحیه واقعا مثلا 29000 30000 تا همون 38000ش بشه، واقعا غیر ممکن نیستش. به هر حال ممکنه، درسته که مثلا شاید یه خورده روند سودیش به نظر محتمل تر بیاد، اما کاملا ممکنش فرق نمیکنه. بنابراین از اون زمانایی که ریسک خیلی زیاده، مثلا شما در نظر بگیرین سقوط کرونا اتفاق افتاده، یا عالمه سقوط کرده، افتادیم مثلا رو 3000، برگشتیم رو 7000، آیا میدونیم که قراره تا 70000 بره؟ نمیدونیم دیگه، ولی احتمالش هست و دیدیم که شد. خب البته اون موقع داستان پول چاپ کردن و نمیدونم اون بحث آمریکا رو داشتیم که حالا یه خورده به این ور ترازو اضافه میکرد، ولی در کل چیزی که میخوام بگم اینه که جایی که ریسکه، شما وقتی که وارد میشین از اون ور سودای خوبی میتونیم داشته باشین، ولی از اون ور هم باید مراقب باشین، یعنی اینجوری نباشه که وام بگیرین از جایی مثلا وارد بکنین، چون ریسکیه، واقعا تضمینی وجود نداره و این کار خیلی کار خطرناکیه، مخصوصا تو شرایط الان. حالا باز مثلا میگفتیم بعد اون دامپ کرونا وقتی این آپترن شروع شد و این اتفاقا داره تو دنیا میفته، میگفتی اوکی، ولی الان که دارن شروع میکنن نرخ بهره رو بالا میبرن و نمیدونم مردم خور ترسیدن، همه دارن میرن سراغ اوراق بهادار، خیلی تو ضررن الان و چنین اتفاقی افتاده، باید مراقب باشید، مخصوصا راجع به آلت کوین باید خیلی مراقب باشید، چون بیت کوین هم میدونید دیگه، اگه این چارت بغل سر منو الان ببینین که داره کلا سلطه بیت کوین نشون میده، ببینین تو کفه کفه، یعنی چی؟ یعنی که یهو ممکنه ما خیلی بریم پایین، آلت کوین رو بتره کنه، بنابراین ریسک بازم زیاد، یا از این ور برگرده بیت کوین شروع کنه یه جوری سروری سالاری کردن و از اون ورم باز یه جوری ببینم ریسک زیاده دیگه، در نهایت باید خیلی مراقب باشید. بنابراین حواست حتما باشه، اگر لانگ ترم هادلر هستین که اصلا هیچی، اصلا صرفا به عنوان که بدونین چه اتفاقی میفته، اینم جالبه که بدونین نرخ‌های بهره چه اتفاقی میفته، مثلا ویدیو بعدی قرار براتون جالب باشه، و اگر هم که مثلا توی حالا میان مدت یا کوتاه مدت دارین کار میکنین که خب به این حواستون حتما باشه. در کل هم همین بود جمع‌بندی، فعلا این اتفاقات مهم و جالبیه که توی دنیا افتاده و به نظرم باید بیشتر به فدرال رزرو توجه بکنیم و اینکه در نهایت داره چه اتفاقی توی دنیا میفته تا اینکه حالا قراره الان چارت چه شکلی باشه، ولی اونا هم رو دیدیم، به هر حال به فاندامنتال ها هم نگاه میکنیم و خواهیم کرد. حالا تا ویدیو بعدی که قراره راجع به کلا یه خور مفاهیم اقتصاد حرف بزنیم که خیلی قراره جالب باشه و کلا از اینکه این سیستم چجوری کار میکنه، اصلا رکودهای اقتصادی و همون اینکه جابجا شدن پول و اینکه ممکنه تا سال 2024 اصلا آینده بیت کوین چجوری بشه، ممکنه مثلا وارد یک زمستون دو ساله مثلا کریپتو بشیم، اینا هم رو همه رو با هم قراره ببینیم و مفاهیمش رو با هم بررسی بکنیم. بنابراین حتما میتونید دنبال بکنین و پادکست هم رو میتونید گوش بدین. بازم دمتون گرم، حالا برمیگم استودیو و اون ویدیو رو ضبط میکنم، فعلا تو آیت پشتیم و مراقب خودتون باشین، خیلی دوستون دارم، دمتونم گرم که ویدیو رو دیدین و به دوستانتون معرفی میکنین، فعلا.